وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود زمانی که انسان به خط آخر عمر میرسه و بناست از دار دنیا بره، تعلقاتش به این دنیا کم میشه، پرده های حجاب از دیده ها کنار میره و هرچه اون تعلقات کم رنگ تر بشه، حجاب ها هم از دیده ها بیشتر کنار میره. در این حالت سکرات که تعلقات انسان به این عالم، به این بدن مادی کم میشه و حجابها رقیق میشه، انسان چیزها میبینه. از جمله چیزها ملک الموت بود که تمام افراد بلا استثناء در زمان مرگ میبینن ملک الموت خودشون رو. ملک الموت برای قبض روح انسان با افراد یکسان برخورد نمی کنه. اگر این انسان انسان مؤمنی بود یه جور با او برخورد می کنه. اگر این انسان انسان گناهکار یا کافر بود طور دیگری با او برخورد می کنه. در جلسات قبل ماه رمضان از آیات روایات به راحتی اثبات کرده بودیم اگر انسان انسان کافر یا گناهکار بود، ملک الموت با اونها با شدت و حدت برخورد میکنن. حتی در صراحت آیات قرآن بود یضربون وجوههم و ادبارهم، اونها را به باد کتک میگیرن، اونها را میزنن. از همون ابتدای قبض روح با شدت با اونها برخورد میکنن. بعد از زدن اونها، اونها رو به باد کتک گرفتن، با خفت خاری جانشون رو قبض میکنن. در روایات هم از روایات متعدد دیدیم ملائکه با این دسته چگونه برخورد خفت بار دارن. و بعدم در روایات و آیاتی وارد شدیم که اگر انسان انسان مؤمن شد ملائکه با اینها چگونه برخورد دارن. بعدم در روایات آیات دیدیم با یک عزت خاصی ملائکه ملک الموت با این انسان برخورد میکنه. به مزد ایمانی را که این انسان در مدت عمر به دست آورد، یک کرامت عجیبی در دین ملائکت الله داره. اون کرامت رو سابقا از روایات متعدد اثبات کردیم که علت این کرامت چیست. روایات به صراحت فرمودن علت این کرامت این بود اگر ملائکه که خلق الله الملائکه من نور، خدا ملائکه را از نور آفرید، اینها عبد محض خدا هستند و به خاطر عبودیت محض عزیز عند الله، اینها یک بودی بودند
فقط دارای بعد عقل بودن، دارای شهوات نبودن، و لذا به خاطر یک بودی و عبودیت محض اندالله کرامت خاصی داشتن. اما این انسان مؤمن اگر بتونه بر شهوات غالب بیاد، بر اون بعد غرائز مسلط بشه و با وجود بعد شهوات و غرائز دنبال عبودیت بره، خدا را عبادت کنه، بهتر باید از ملک هم بالاتر بره. و سر تقدم مؤمن بر ملائکه همین دو بعدی بودن انسان و تسلط بر شهوات و غرائزشه. به خاطر همین از ملک بالاتر میره. تا جلسات قبل ماه رمضان بحث ما بحث آیات بود که در آیاتی را که برای قبض روح مؤمن آمده، این ملائکه با این مؤمن چگونه برخورد میکنن. انشاءالله از بحث امشبم برای بعد، اگر برسیم به هفته آینده، اگر نه همین امشب، روایات که رو بررسی کنیم که در این روایات برخورد ملائکه و اون ملک الموت رو با مؤمن در زمان مرگ بررسی میکنیم. به چند روایت عنایت کنیم که جدن این روایات از نظر مضمون روایات بسیار سنگین و بالاست. در کتاب بخار، در جلد ششم بخار، در بحث آنچرا که انسان در دم مرد ملاحظه میکنه، در صفحه 20 روایت شماره 55 اونجا اومده، ان ابی بصیر این راوی روایت، قالم قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر از امام یه سوال میکنه، سوال اینه ما معنا قول الله تبارک و تعالی فلولا اذا بلغت الحلمون و از دو حین ادن تنظرون، این معنای این آیه شریفه چیه؟ وقتی را که مرگ به حلقوم انسان میرسه و شما اطرافیات دارید به حال این مختزر نگاه میکنید، مراد حق تعالی از این آیات چیه؟ قال امام در جواب فرمودن ان نفس المختزر اذا بلغت الحلقوم، زمانی که جان این مختزر به حلقومش میاد، دیگه بناست دیگه چند لحظه بعد قبض روح بشه، جان به جانان تسلیم کنه، کان و کان مؤمنن، اگر این مختزر فرد با ایمانی باشه، رعا منزله فی الجنه، خداوند عالم از دیدهاش پرده ها رو کنار میده، در همون حالی را که هنوز از دنیا مفارقت نکرد، خدا جای او را در بهشت نشونش میده، این جای تو در بهشت. همون اول کار یک شادی عجیب خدا به قلبش نازل میکنه که با شادی از دار دنیا بره. رعا منزله فی الجنه، خداوند نشون میده جای او را در بهشت. وقتی جاشو در بهشتی فیقول، اینطور میگه ردونی الی دنیا، ای ملائکه به دنیا برم گردونید، حتی اخبر اهلها به ما ارا، تا به اهل عیالم بگم جام کجاست، اونها هم مثل من شاد و دلخوش بشن، آنچه من دیدم و شادی به قلب من آمد، به اونها هم بگم از مفارقت من دلگیر نباشن، بدونم جام کجا، اونها هم شاد بشن. و یقال له، خطاب به او، لیس الی ذلک سبیلون، دیگه به دنیا برگشتی نیست، تا اینجا که آمدی دوباره برت گردونیم، با اهل عیال صحبت کنی، برگشتی کارت تمومه، کارش تمومه. ولذا نگاه به اوضاع میکنه، اون بهشت، اون برکات با یه شادی عجیبی از دار دنیا میره. این روایت. خب وقتی را که جای او را در بهشت نشونش دادن، یک مطلب لازمه است. لازمه چیه؟
این مؤمن باید از ملک بالاتر باشه، زیرا ملک بهش نداره، ملک مزد پاداش نداره. این انسان کاری کرد که خدا مزد داد به او، به رضا ملک در اینجا به عنوان عرض ادب خدمت این مؤمن میرسه. این عرض ادب کردن رو در نقل بعدی تصریح به او میکنه. روایت بعدی در همین جلد ششم هست، روایت اینه: سؤال رسول الله، از پیغمبر خدا سؤال شد، کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، زمانی که ملک الموت بالا سر مؤمن میاد میخواد جان او را قبض کنه، جانش را چطور قبض میکنه؟ فقال، پیغمبر خدا فرمودن، ان ملک الموت لا یقف من المؤمن عند موته موقف العبد الذلیل من المولا. خیلی نواد پچیگه. زمانی که ملک الموت بالا سر مؤمن میاد، حالت ایستادن این ملک الموت در برابر مؤمن حالت ایستادن عبد ذلیلی در برابر مولاشه. چطور عبد ذلیل مؤدب منظم دست به سینه وامیسته، حرکاتو به پاس، یه حرکتی از او صادر نشه که با عظمت مولا منافات داشته باشه؟ این همین حال ملک الموت وامیسته. فیقوم و خوبه و اصحابو، وقتی را که اینطور وایساد، خود ملک الموت و اصحابش، لا یدنو منه حتی یبدأ به تسلیم، خود ملک الموت و اعوانش به این مؤمن نزدیک نمیشن مگر این که تمام یبدأ به تسلیم، همه سلام عرض میکنن، و یبشره بالجنه، و همه اینها این مؤمن را به بهشت اشارت میدن. در همین روایت شما سه تا مطلب را به راحتی برداشت میکنید. مطلب اول، فرم ایستادن این ملک الموت با همراهانش مقابل مؤمن. نکته دوم، به این مؤمن اگر بناز یه قدم نزدیک بشن با عرض ادب و سلام نزدیک بشن. نکته سوم، حالا بعد از سلام چی میگن؟ اولین کلام ملک الموت به این مؤمن بشارت دادن او به بهشته. خب وقتی را که ملک الموت این فرم جلو بیاد، این فرم عرض ادب کنه، این فرم بشارت بده، این حالی را که در این حال بر این مؤمن عارض میشه، یه حالت مشتاق بودن به مرگ، نه خوف از مرگ. در روایت بعدی حالی میخوام براتون بخونم، روایت مفادش اینه: تا قبل از این که مرگ انسان فرا برسه و انسان ملک الموت رو ببینه، در یه اضطراب خاص این مؤمن به سر میبره، کارم چی میشه؟ با من چگونه برخورد میکنن؟ آیا بر من سکرات سنگینه؟ بر من سبکه؟ آیا قبض رو با شدت به راحتی است؟ با من چی میکنن؟ شب اول قبر چگونه خواهد بود؟ به هر حال خانه خانه قبر، خانه تاریکه، همه عدم میرن، من تنها هستم، با من چه خواهم کرد؟ هرچه ناله کنم به گوش کسی نمیرسه. یه حال ترس و اضطراب به این مؤمن دست میده قبل از این که ببینه ملک الموت و صحنه ها رو. اما وقتی حالت احتضار اومد جلو، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها یه مقدار دیدنی شد، اون حالت ملک الموت بهش نشون میدن اون برخوردها رو، اگرم باز یه مقداری خوف به جان این مؤمن باشه، حالا ملک الموت آمده عرض ادب کرده، سلامم کرده، حالا این عرض ادب این ملک الموت نکنه خود قبض رو امر سنگینی باشه. مثل اینکه فرض کنید آدم میخواد بره دکتر میاد، آدم خیلی گرم میگیره، شاید دکتر سلام بکنه، احوال پرسی هم بکنه، حال آدم رو بپرسه،
اما اگر به همین دکتر مؤدب سلام بکنه، عرض ادب بکن، بگو انسان عمل جراحی کنه، خلاصه جراحی کار دست و چاقو هست و شهرباره کردن براخره. این انسان مؤمن وقتی حالت ملک الموت رو دید، حالت ملک الموت بسیار گرمه، نکنه خود قبض رو امر سنگینی باشه، بعدم اضطراب داره، میخوان چطور جان او رو قبض کنه. در روایت آمده اونقدر این ملک الموت این در اون در براش میزنه، جلوه ها براش میاره جلو، اون اضطراب ازش بگیره، یعنی قبل قبض روح خیالش جمع باشه که به راحتی و عزت از این ور عالم به اون ور عالم میشه. به روایت نگاه کنید، روایت با در همین کتاب دار جلد ششم آمده، قال رسول الله، پیغمبر خدا فرمودن لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، علی الدوام مؤمن یه خوف به دلش هست که نکنه بعدها یه امتحان بیاد جلو من عاقبت به خیر نشم. حالا همه شما عزیزان که به حمدال اهل ایمان هستید، تا اینجا به حمدالله سالم در رفتید، احدی از ما و شما خیالمون جمع نیست که فردا چه بازی کند روزگار، نمیدونیم. تا حالا رو به حمدالله شاید در رفته باشیم، نکنه فردا یه امتحان بیاد جلو ما هم مثل بعضی کلبا بشیم و بیفتیم، چه میدونیم. خدا به حق پیغمبر آل دست عنایت از سر ما بر نداره انشاءالله، به الا بعضی ها تشبیه زیبایی کردن، یه دونه قلوه سنگ رو تو سراشیب نگه بدارید، تا دست ما بالا سر این قلوه سنگ هست قلوه سنگ وامیسه. اگه ما دست رو از بالا این سنگ برداریم، دیگه سنگ رو به ته دره هل دادن نیاز نیست، سراشیبی و این سنگ خود تا ته دره میره. بعضی فرمودن تا دست عنایت خدا بالای سر ما هست آدم محکمه، اگه این دست را وردارن دیگه هل دادن نیازی، خود ما تنتر جهنمش میشیم. به نظام این مومن دیگه حالت خوفی داره، خوف از چی؟ من سوء العاقبه، که نکنه اینم عاقبت به شر بشه. خیلی ها از ما محکم تر بودن اما لرزیدن، ایمان سالم به توی قبر نبردن. و فرمان لقمان رو حتما به یاد داریم که از دنیا بحر عمیق قد غرق فیه ناس کثیر، دنیا یه دریای عمیقیه، در این دریا خیلی ها غرق شدند. و رضا خود لقمان بعد فرمود فلتکن سفینتو که التقوا، بر کشتی تقوا سوار بشو تا هرچه دریا موج داره اون که در کشتی هست سالم در میره. حالا چه میدانیم بعد چه خواهد شد؟ نکنه یه جلوی بیاد و از شهوات و از دنیا و درهم و دین و چیزی دیگه ما هم مثل خیلی خواه بلغزیم. ولذا در لایزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبه، علی الدوام مؤمن یه خوف به جانش هست از دیگه نکنه عاقبت به خیر نشه. لا یتقین الوصول الى رضوان الله، یقین نداره که کارش به بهشت منجر میشه، یقین نداره. حتی یکون وقت و نزع روحه و ظهور ملک الموت له، تا زمانی را که وقت قبض روحش برسه و ملک الموت برای او ظاهر میشه. علت دوام این خوف رو داره تا او لحظه قبض روح. بعد داره وزالکه ان ملک الموت یرد علی المؤمن، این زمانیست که ملک الموت بالا سر مؤمن میاد. و خب فی شدت علت و عظیم زیغ صدره، اون در حالیست که سینه های مؤمن زیغه و مؤمن در اون حال یه حالت اضطراب و نگرانی خاصی داره. نگرانی از چی؟ ما یخلف من انوانهی، چون برخال 50-60 زحمت کشیده، خونه، ماشین، منزل، بار، پول،
چیزهایی رو جمع کرده، حالا از همه میخواد دل بکنه، میخواد بره. و لما هو علیه من استراب احوالهی، یه استراب حال داره درباره اطرافیاش، درباره عیالش. و قد بقیت فی نفسه مرارتها و حسراتها، میره برحال این منزل، این ماشین، این بار، این پول، اینها رو با جان کردن، با جان کردن ها به دست آورده، باید همه رو بذاره با یک کفت اون بر عالم بره. به هر حال انسان یه تعلق به اون زحمتهاش داره. و اقتدع دون امانیت، خیلی آرزوها داشته بهش نرسیده، باید بذاره بره. فلن بینلها، اونها دست پیدا نکرده. فیقول له ملک الموت، این بره دقت کنید، تا اینجا حالی مؤمن رو بیان کرده. وقتی ملک الموت بالای سر میاد، این حال از او ببینه، خطاب به او، ما لکه تجد او غصصی، چی داره غصه میخوری؟ تو بچی نراحتی؟ غال الاستراب احوالی، چون حالم مستربه. و اختطاع کلی دون آمالی، و تو آمدی آرزوها برام بود که آمش نمیتونم دست پیدا کنم از این ناراحتم. فیقول له ملک الموت، این حرفا که گفت ملک الموت، خطاب به او که ما رو به جان زهرا دقت کنی از این به بعد رو، ملک الموت چی داره به او میگه، داره چی داره به او نشون میده تا دل مضطرب او رو دلگرم کنه، این حال به خوف ازش بگیره. خطاب به او که هر یحزن و عاقلون من فقد درهم ضعف و اعتیاز و الف الف ضعف دنیا، آیا کسی هست یک درهم خراب و دست بده در مقابلش هزار هزار برابر، هزار هزار دو برابر دنیا به دست میاره؟ هزار هزار یه میلیون میشه، یک میلیون ضعف دنیا به دست میاره. کسی هست که ناراحت باشه به یه درهم بده یک میلیون دو برابر دنیا بهت میدی؟ حاضری؟ کی ناراحته؟ فیقول الله، کسی بخواد یه درهم بده اینقدر گیرش بگه ناراحت نیست. فیقول ملک الموت، وقتی این اعتراف رو ازش گرفت، من خطاب او، فنظر، نگاه کن، فیرا درجات الجنه و قصورها، میبینه اون درجات بهشت و اون قصرهای بهشت رو اونها نشونش میده. حالا چیزی بینی بین الله زمان ما میاد میره، فقط درجات بهشت و قصور بهشت داریم میشنیم، داریم میگیم. حالا این درجات چیه؟ این قصرها چیه؟ اصلا به ذهن احدی قابل خطور نیست اینا چیه؟ قابل خطور نیست. که در یه روایتی بود، یک ملکی از ملائکت الله خیلی پیش خدا عزت آبرو داشت، در حالا دو ملک نقل میکنن به هر بالی را که میزن یک سال اوج میکرد، یک سال پرواز میکرد. حالا به هر بالی یک سال پرواز داشت، بالهای زیادی داشت. او خدایا میخوام بهشت رو ببینم. خداوند آن که بال براش بود رو دو برابر کرد. گفت این رفت و میشه یک سال تمام بال زد، هر یه بال یه سال بره، آن که بال داشت خدا دو برابر کنه، یک سال تمام هم بال بزنه، این چقدر میتونه بره؟ وقتی ناگه این همه رفت، گفت خدایا آیا رسیدم به آخر بهشت؟ خدا که ملک، حتی یه دونه باغ از یه دونه مؤمن رو تا آخر نیومدی، یه دونه باغ از یک مؤمن تا آخر نیومدی، آخر بهش چیه؟ حالا یه همچین چیه به انسان بخواد بدم؟ روایت که فهم لا یخطر به قلب بشر، اوصاف بهشت اصلا به ذهن کسی خطور نمی کنه. چیست؟ ای که امام که بی خود نمی فرماد این حرفا رو، با من مثال فرض کنید، بگن بهشت درخت داره، بگن بهشت نهر داره، بگن بهشت قصر داره،
چون چی به ذهن ما میاد؟ ما از درخت جز درخت دنیا تصور دیگه نداریم. از نهر جز نهر دنیا چیزی تو ذهن ما نیست. در حالی که به درخت دنیا، به نهر دنیا، به آنچه در دنیا هست عنوان مزبله آشغالدون بار شده. حتی از همی فرمودن همه این دنیا و مافیها از استخوان خوکی در دست جزامی هم پس داره. بهشت یه مهمان سراست، میزبان خدای عالمه، مهمان بنده مؤمنه، خدای با قدرت بی نهایت میخواد در این مهمان سرا از مهمان عزیزش پذیرایی کنه، چون میخواد اون مهمان سرا رو با این مزبله شما قیاس کنید. حالا داره در روایت که فیر و جنت رو درجات و قصورها فقط میشنوید بهشت و نشونش میدن، حالا چی ببیند رو بماند. فیر و درجات الجنه و قصورها، ببینه درجات بهشت و اون قصها رو. الَّتِ يَخْسُرُ دُونَهَا الْأَمَانِي، آن چی که میبینه میفهمه آن چی آرزو داشت به گرد این نمیرسه. فیقول و ملک الموت، ملک الموت خطاب او، تلکه منازل و جد اینجاست و نعمک و اموالک و اهلک و عیالک و من کان من اهلک هاهنا و ذریتک صالحا فهو هنا، آن چه از اهل و عیال در دنیا اگر صالح باشد همینجا با تو جمع میشه، فرزند، برادر، خواهر، عیال، پدر، مادر، دوستا، فامیل ها، هر کسی از اهل و عیال اگر در دنیا فرد صالحی بود اینجا با تو جمعش میکنیم، اینا همه مال توه. بعد دیگه افترزا بهی بدلا نما خناد، آیا راضی شدی که این جای اون باشه؟ فیقول و بلا والله، به خدا راضی شدم، یه خونه خواست بده قصرهای عجیب جاش، خواد یه مقداری پول که توی 50 سال جمع کرد بخواد بده، یه چیزهای عجیب یا یه دونه قصری از طلا، قصری از داره، از زمرد. حالا میگم قصر نه این قصرهای ساده معمولی، در یه روایت آمده یه دونه خیمه اینا که به این مؤمن میدن خود این خیمه از کل این دنیا بالاتره. یه دونه قصر اینا که به این مؤمن میخوان بدن دلایت داره، این قصر 70,000 سالن داره، هر سالنی 70,000 اتاق داره، هر اتاقی 70,000 سفره داره، ولی هر سفره 70,000 مائده هست، هر ماده 70,000 مرزه داره، زبون میاد میره. خواهی یه گونه خونه دادی این قصد جای او راضی شدی؟ میگه بلا من داد خدا راضی شدم، یه حالت شعب و شادی عظیم به قلب او دست پیدا میکنه که در روایات داریم ما این وقت این صحنه ها رو دید، چیزی برای او محبوب تر از این نیست که زودتر جانش رو بگیرن یه رو به اینجا وصلش کنن. همون کسی داده تا قبل نوعیت ملک الموت از اسم ملک الموت به خود میلرزید و وحشت میکرد و حالش منقلب بود و گاهی هم گریه میکرد چه با من خواهد کرد، حالا این پرده ها رفت کنن، چیزی نشونش دارن، چیزی برای اون محبوب تر از این نیست که زودتر جانشو بگیرن اینجا وصلش کنن. این حال مومن، اون عزتی را که ملک الموت با این مؤمن در این حال پیدا میکنه. بعدی حالا جا شدن بهشتی و یقول بلا والله، به خدا من راضی شدم به این چیز. سمه یقول، سپس ملک الموت دوباره بهش میگه اونو دور، حالا باز نگاه بکن، فیرا محمدن و علیکم و طیبین من آله ما فی اعلا علیگین، نگاه کن او پیغمبر اکرمه، ای علی ابن ابی طالبه، ای ائمت ها رسن در اعلا علیگین تشریف دارن. فیقولو افتراهم، این رو میبینی
حالای ساداتوک و ائمتوک هم هنا هستن، با تو در بهش مونسن، با تو در اونجا همجوار هستن. بعد خطاب میگه حالا باید راضی شدی به مرگ. این جمله را که قبلم گفته دوباره تکرار میده، فیقول و بلا و ربی، به خدا من راضی شدم به این مرگ. فذلک بعد دیگه اینجا تا اینجا پیغمبر خدا فرمودن، بعد داره فذلک ما قال الله تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، دیگه این همون معنای آیه قرآنه که خود این آیه در سوره فصلت آیه 30 و 31 آمده، اونها که بگن رب ما خداست پاشن استقامت به خرج بدن، تتنزل عليهم الملائكه، به اونها ملائکه نازل میشه. خطاب به اینها الا تخافوا نترسید، ولا تحزنوا محزون نشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، اونها رو به بهشت بشارت میدن. اینها که الان گفتم بله همه آیات قرآنه. وقتی را اینها را دید یا باید دل شادی با یه حالت خاطر جمعی از دار دنیا به اونور عالم میره. بازم با این قید در روایت آمده اگر انسانی را در دم مرگ با شدت برخورد کنند، بعد از مرگ با او شدیدتر برخورد میکنند. اگر در دم مرگ با انسانی با عزت برخورد کنند، بعد از مرگ با عزت بالاتری با او برخورد میکنند. زیرا طبع عالم دنیا با برزخ اینه، عالم دنیا حقیره، عزتش هم جلوه حقیره، ذلتش هم جلوه حقیره. آمد به برزخ، ظرف برزخ ظرف عظیمه، عزتش هم عظیمه، ذلتش هم عظیمه. آن عزتی را که دم مرگ نشونش دادن، اون نشان دادن عزت در ظرف حقیر دنیا بود. اومد تو عالم برزخ، ظرف عوض شد. وقتی ظرف عوض میشه، اون عزت و ذلت هم عوض میشه. به رضا فرمودند اداکان الموت و تامن اما بعدا اتم، اگه مرگ سخته بعد سختره، بعد مشکلتره. چرا؟ مرگ سختیش در ظرف حقیر دنیاست، بعد از مرگ ظرف عظیم برزخ میاد جلو. اگه دم مرگ سخت گرفتن با یه انسانی با ذلت برخورد کردن، این در بعد مرگ ذلت عظیمتر و بالاتر میشه. اگر با یک مؤمنی در دم مرگ با عزت برخورد کردن، بعد مرگ عزت بالاتره. آنجه نشونش دادن تو ظرف دنیا بود، حالا جانش رو قرض کردن، اون ور عالم رفته، قضیه بسیار عظیمتر و بالاتر و عجیبتر خواهد شد. یه روایت دیگه هم هست، این روایت هم باز بسیار روایت عجیبیه. این روایت باز در کتاب بهار جلد ششم آمده. روایت را چون روایت طولانیست، من اوائلش رو به اجمال بگم تا به اواخرش برسیم. ما روایت اینه، زمانی که جان این مؤمن بناست از او اخذ بشه و جانش را قبض کنن، این مؤمن در دم مرگ و چشماش رو وا میکنه، دو تا صف از ملائکه میبینه. یه صف از ملائکه با یک لباسهای نورانی، یه صف از ملائکه با لباسهای ظلمانی. این لباس نورانی و ظلمانی مال اینه اگر این انسان مؤمن باشه، اون ملائکه نورانی جانش رو قبض میکنه. اگر این انسان گناهکار و اعمال منفی داشته باشه، اون دسته دوم جانش رو قبض کنن. هر دوی اینها مقابل ما میستن. این انسان مؤمن یه بار نگاه به این دسته میکنه، یه بار نگاه به اون دسته میکنه، در یه حال استراب کدوم میخواد باش برخورد کنن؟ آیا ملک دسته اول میخواد جانش رو قبض بکنه که اینها با لباسهای نورانی سبز رنگ میخواد جانشو بگیرن؟ اگر این باشه اهل سعادت و اهل عزت.
اگر دسته دوم میخوان جانشو بگیرن، اون دسته اگر میخوان باشه اون لباس سلیمانی نشانه ذلت و خرابی پرونده اعماله. گاهی به این نگاه میکنه، گاهی به اون نگاه میکنه، مضطرب. خلاصه کی میخواد با اون طرف بشه؟ در همین حال هست دوای دل خداوند جبرائیل را نازل میکنه، بر خداوند میکائیل را نازل میکنه. با این دو دسته ملاک جبرائیل هم میاد، میکائیل هم میاد. وقتی اینها آمدن به زمین در کنار او، کم کم میفهمه که نه، حالی حال درستیه، جبرائیل آمده، میکائیل هم آمده، پرونده درستی که اینها آمدن به استقبال او. بعد با اینا یه حرفی با اینها داره که من حال شما پیش خداوند عالم از من شفاعت کنید، اگر من یه گناه کردم شما عذر من بخواهید. یه حال هوا با اینها داره. روایت در ادامش اینه، میفرماید که میکائیل با او صحبت میکنه که میخوای من با تو این معامله انجام بدم، یه چیزی پرده ها این پرهام رو به چشمات بکشن که سختی ها رو نبینی، این غم ها رو فراموش کنی، یا این که میخوای بهشت رو ببینی. فیختار و نظر الالجنه، این میگه میخوام بهشت رو ببینم. بعد بهشت رو دید، فیتیبه هم یتزاحک، خنده از شادی به لبانش میاد، میخنده آنجه نشونش میدن. بعد و یعمر الله ملک الموت ان یرفق به، خداوند به ملک الموت فرمان میده با این مؤمن من مدارا کن. وقتی فرمان میاد، اون ملک الموت میاد با این با یک مدارای عجیبی برخورد میکنه. وقتی ملک الموت میاد، تبعاه الملکان اللذان کان موکلین به. اینجا رو خوب دقت کنید، شما رو به جان فاطمه زهرا دقت کنید. وقتی ملک الموت میاد بالا سر، اون دوتا ملکی را که مأمور او بودن که تمام اعمال کتابت کنن، اونا میان کنارش. یکیان اونا برای این انسان گریه کن. چرا؟ چون 50-60 سال آدم با او بودن، با انسان اونس گرفتن، دارن جانش را قبض میکنن، حالا برش گریه میکنن. و یترحمان علی، بر این انسان مؤمن ترحم میکنن با گریه. و یهولان، این دو ملک اینطور میگن رحم الله هذا الاب، خدا این بنده را رحمت کنه. کم از معنا الخیر، ما از این کار خیلی زیاد شنیدیم. و کم اشهدنا علی الصالحات، ما درباره او اعمال صالح زیاد دیدیم، نمازهاش، قرآن خوندنهاش، دلشبهاش، کار خیرهاش. ما دو منکی را که 50-60 سال با او بودیم، از اون کلمات خیلی زیاد دیدیم، از اون کار خیلی زیاد دیدیم، برای همین داریم برش گریه میکنیم، داریم برش ترحم میکنیم. و حالا دوتا منک میگن یا ربنا، ای خدای ما، کننا موکلین به، تو ما را بر این انسان مأمور کردی. وقد نقلته الى جوارحک، الان بناست نزد تو میاد و در دنیا بره. فما تأمرنا، حالا ما چیکار کنیم؟ دوتا ملک بودیم، مأمورش، کارش هم تموم شد، حالا ما چیکار کنیم؟ فیقول الله تعالی، خداوند داره به این دو ملک فرمان میده، تلزمان قبره، در کنار قبر شما خود بمونید. و تترحمان علی، بر او ترحم کنید. این تترحمان علی را در یه نقلی داره که در کنار این قبر مؤمن که باش مأمور بودید، اینجا وایستی نماز بخونید، ذکر بگید به حساب صاحب این قبر. خیلی عجیب، آدم که بخواد بمیره، این دوتا ملک بیاد کنار قبر انسان، هی نماز بخونن به حساب صاحب قبر، ذکر بگن به حساب صاحب قبر، قرآن بخونن به حساب صاحب قبر. میفرماند که شما ملتزم به قبر او بشید، بر او ترحم کنید. و تستغفران له الى یوم القیامه، تا روز قیامت براش استغفار کنید. لا اله الا الله. فاذا کان یوم القیامه، و تا روز قیامت کی شد، اتیاه به مرکبه، اینها دوتا ملک میاد یه مرکبی بر این مؤمن میارن. وقتی میارن این مؤمن رو بر این مرکب سوار میکنن،
و مشایا بین یدی، این دوتا ملک جلو ما میستن، مرکب را میارن، این مومن و این مرکب سوار میکنند، دو ملک جلو افسار مرکب را میگیرند، مومن بر این مرکب سوار را به بهش میبرند، بین یدی الی الجنه و خدماه فی الجنه، تو را به بهش ببرند. در بهشت هم این دوتا ملک خادم این مؤمن میشن در درون بهشت. از این روایات میخوام برای شما عزیزان بخونم، بینی بین روایات خیلی زیاده، بنتالی آقل بشاره کافیست. برای نمونه فقط چند تا عرض کردم. خود و خدا تمام اینها مال چیه؟ مال اینه بچگی هامون که هیچ چیزی حالیمون نبود، مکلفان نبودیم. پیری هامونم اگر پیر بشیم از کار افتادگی یا کار این نیستیم دیگه، شهوات رفت و حال هوا رفت و اون دل شادی ها رفت و دیگه انسان افتاده یک گوشه یا خود مطالعه کنه چش نداره، خود جایی بره پا نداره، کاری انجام بده جون نداره، افتادگیست. همه زمان گذرای جمعون از 15 سال به بعد، حالا تا 45 سال تا به حال همین حدودا، این 20-30 سال رو فقط به پا باش. نمی فرمان نخور، بخور، نوش جانت، لغمه حروم بخور. نمیگه نگاه نکن، نگاه بکن، به حرام نگاه نکن. نمی فرمان اطفاء شهوت نکن، بکن، دنبال حرام نرو. هر کار میخوای بکنی بکن، از مرز حرام پا فراتر نبر. اگر این کار انجام بدی چطور بچگی ها چشم باز بسته رفت، چطور جوانی ها هم چشم باز بسته در میره، کل عمرت هم در میره. اگر در همین گذران آن به پا بودی، تازه اول مرگ اول عزت، اول شادیه، اول نشاطه، اول مزد به این چند سال زحمات گذرای دنیاست که دیدیم در روایات که چطور با عزت برخورد میکنن، دست به سینه وا میستن، سلام میکنن، عرض ادب میکنن، چطور این ور اون ور باغ بهش نشون میدن، چطور این مر نشون میدن، این پیغمبره، این حضرت امیره، نگاه بکن، با اینا مناس باشی، این قصرته، این باغته، اینجا مناس بری، چرا ناراحتی، یه درهم بدی، چندی میلیارد بگیری، کی ناراحته که تو ناراحتی، چقدر این در اون در میزنه. زیرا این مؤمن عزیز خداست، این باید در قبال این عزت کارش کنه. اون دوتا ملکه کاتبان اعمال گریه براش میکنن، ناله براش میکنن، این خدای ما 50-60 مأمور این بودیم، از اون خیلی زیاد دیدیم، از اون کار خیلی زیاد دیدیم، حالا چی کار کنیم؟ به برکت همون چند سماح ایمانش میگه کنار قبر باشید تا روز قیامت برش عمل بشه، بیارید نماز بخونید، ذکر بگید، قرآن بگید، استفاده اونس با او پیدا کنید. حالا جدی خدا کریم نیست؟ اگر بناس اینطور بمیریم واقعا مرگ خوف داره. مگه در از خطبه حمام نشنید دست مورد متقین؟ اگر خداوند عجل را به دستشون بده، آنی در دنیا باقی نمیمونن شوقن الاسه ها تو با موزهاشون دست پیدا کنن. غیر اینه مگه؟ یه بار همینجا عرض کردیم به دوان فدایان اسلام، فکر آی واحدی فکر کنم بوده، هنگام از این دوستان آیه جامعه نباس صففی، اون رو بعد از شهادت بخواب دیدن که فلانی تگامی که شما رو بردن به جوخه اعدام، برای اعدام چی دیدی؟ گفتن که ما رو به جوخه اعدام بردن، خواستن چشمامونو ببندن، گفتن که چشما رو نبندید، اونا خوب کار نداشتن. جوخه اعدام آمد و فرمان بشین رو به صلاح دست رو ماشه و به هدف و شلیک، بگه ما همه رو میدیدیم. اونجا که فرمان شلیک صادر شد، میگه من چشما بستم اون لحظه رو فقط نگیرم، چرا تیر بلند شد و چرا تیر بلند شد، من چشما رو وا کردم که تیر به کجا خورده، نه هنوز دیگه کجا خورد نفهمیدم، وا کردم که بیدم کجا داره خون بیر مثلا، و چشما رو وا کردم دیگه نه جوخه اعدام و نه سرباز و نه صحنا، یک وادی نوره.
ابو عبدالله آمده فهم که فران دیگه باشو بریم بچی دیگه نهید. نه اون تین احساس کرده، نه اصابر احساس کرده، نه جای تین احساس کرده، فقط صحنه نورانی امام حسین پاشو بریم رفتی. لا اله الا الله. همه برای این که چند سباق به پا بودی جدی نمیارزی به پا باشیم. ما مگه تو گناه چقدر لذته؟ مگه توی شهوات چقدر مگه به ما میخوان بدن؟ آدم این عزت میخواد با این لذت حق نمیخواد تلافی بکنه. لا اله الا الله. نمیدونم حالا امشب چه حوالی بود، نمیدونم امشب دلم میخواد در خانه علی اکبر بریم. میگن در روز عاشورا تمام اصحاب بعد از شهادت آب میشیدند الا ابوالفضل که حتی بعد شهادت هم آب ننوشید. پیغمبر اکرم جامی از بهشت آورد، عباس من عزیز من آب بنوش، گویا جد آب نمی نوشد. چرا عباس من؟ بگه یا رسول الله من سقا هستم، ناله العطش حسین بلنده، کجا رسم سقا سیراب بشه و دیگران تشنه باشه؟ لذا همه شهدا آب نوشیدن الا ابوالفضل که حتی بعد شهادت آب ننوشید، و الا علی اکبر سلام الله علیه که در همین دنیا با دست جد سیرا شد و رفت. علی اکبر آمد میدان بلا دید ره لا اله الا الله. دیگر در کل این مدت دهه عاشورا بین راه تا روز تاسوعا حجاج ابن مسروق از آن میگفت، اما روز عاشورا علی جان امروز تو از آن بگو. خواست اون صدای فرزند در جان حسین تنید انداز میشه. هر کی میدون میامد حسین که میخوان برن میدان، آقا فلانی حالا باز بخوای بری برو با من کار دارن. اما وقتی علی یک بار اذن میدان خواست حسین مکس نگرد، علی جان برو مکس نگرد. علی را افتاد برای میدون بره، حسین چند قدمی دنبال علی را افتاد. میگن ابو عبدالله محاسن زیر دست گرفت به آسمان بلند، خدایا شاهد باش دارم کسی را میدون میفرستم که اشبه ناس به رسول الله. علی اکبر رفت در میدان بلا. در بعض مقاتل اینطور آمده که وقتی علی آمد میدون اونقدر علی به پیغمبر شبیه بود، کوفیا گفتن که مگه پیغمبر به جنگ ما آمده؟ ما با پیغمبر جنگ نداریم. اما تا به انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم، که این اسمش علی است بزنیدش. ای قربان مظلومیت علی، اسمش علیست بزنید. ای قربان مظلومیت علی. آقا آمد میدان، هر طرف که میرم درو میکرد اما ضربه نمیخورد. یه نگاه کرد دید چشمان حسین به دنبال پسره، فهمید در دید ولایت قرار گرفته. چون چشمان پدر به دنباله، در پناه ولایت افتاله، در امانه. برگشت اومد جلو گفت بابا تشنگی خیلی اذیتم میکنه، آبی هست؟ علی که آب نمیخواد، منطق علی منطق پیغمبر خداست. علی میدونه در توی خیمه ناله العطش بچه ها بلنده. علی با عظمت ایرا که منطق او را منطق پیغمبر قلمداد کردن از بابا آب میخواد، این کنایه بود که بابا اون نگاه از من بردار، بذار من برم. بابا تشنگی اذیت هم میکن، بذار من برم. حسینم فهمید کنایه پسر را،
گفت پسرم برو، امیدوارم از دست جد تیرا بشی. آمد و میدان بلا و فقط حسین ناله علی شنید: یا ابتا علیکن السلام. بابا منم رفتم. بابا نگران نباش، الان جدیدم پیغمبر سیرابم کرد. وقتی آمد بالای سر علی روایت داره: اربن اربا، شما توی قصابی رفتید، گاهی شما قصابی گوشت چرخ کرده که بخواید، این قصابه گوشت چارپشتا تیکه میکنه تو چرخه راحت بره. این تیکار عرب اربن اربا میگه، علی را اربن ارباش کردن. اینجا بود که حسین کنار بدن علی زانو زد، صورت روی سینه علی گذاشت، دل پدر طاقت نگرفت، روی صورت علی گذاشت. میگن اونقدر حسین به همین حال بود که دشمن گمان کرده پدر روی بدن پسر غالب تهی کرده. اینجا بود که زینب آمد با یک: یا حسین. حسین سر آرام آرام برداشت، اما چه بدنی. اومدم بگم تو ارباب منی، اومدم بگم تو ارباب منی، آفتاب من و مهتاب منی. اومدم بگم که ایها الامیر، دست این غلام سیاه تو بگیر. اومدم بگم که ایها العزیز، آب روی عبد زشت تو نریز. یبن الغزب. اومدم بگم که ای بنده نباز، به نگاهی دل ما را بنباز. حرف دل همه رو زدم امشب. اومدم بگم که ای بند لباس، به نگاهی دل ما را به نباس. جبن لباس. اومدم بگم امید همه ایم، تو کل نرجس و تو گل نرجس و فاطمه. امشب دلها رو بردن کربلا، پایین پای سید و شهدا. بابا ای اذان صبح تو در گوش من، وی نمازت برده در گوش من. جان بابا ابه آمد از حرم، زخم فردت را به پوشان اکبرم. همین دو بیت رو بخونم با این سینه خسته، انشالله بعده همه ما و شما کربلا پای
شاید کنار بدن میوه دلم بشه، سر علی رو به دامن گرفت، چه حالی داشت اون لحظه عبی عبدالله، خدا میدونه، اونایی که جوون از دست دادن بهتر میدونه. گفت بابا بابا، دید لبهای علی پر از خونه، سر و صورت میوه دلش غرق خون شده، دلت اینجا سیانم میخوام همه گریه کنیم. گفت بابا نمودم پاک از لعل لبت خون، چا زنم بوسه عادل چیمجاز، نمودم پاک از لعل لبت خون، چا زنم بوسه، ولی چون عمد استاده بود نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا الحسين يا الله خدایا بحق حسین ما را بیامرز، بر ما برکاتت نازل بفرما، توسلات از همه به فضل و کرم قبول بفرما، ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، به حق حسین ما را به غیر خودت محتاج مفرما، دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما، آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، به جان ابا عبدالله مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون را دوا بفرما، به جان حسین به حق علی اکبر جمونهامون در پناهت حفظ بفرما، از شر اشراد به همه امان عنایت بفرما، قلب امام زمان از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی به خاطر مقدس مولامون قرار بده، دعای ما در حق امام زمان، دعای مولامون در حقمون مستجاب بفرما، موانع فرج امام زمان برطرف بفرما، مقدمات ظهور به جان ابا عبدالله محیا بفرما، بر ما منت بگذار، فرج مولامون در زمان حیات ما مقدر بفرما، رهبر معظم به جان زینب کبرا در امانت محفوظ بدار،
امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، اموال خود ما، همه را با حسین محشور بفرما. آیا به عزت الله ابا عبدالله جمع ما را امسال زائر کربلا قرار بده.